سلام دوستان، شبتون به خیر باشه. گزارشی که من میخوام امشب خدمت شما ارائه بدم در خصوص افغانستان هست. چه اتفاقی داره زیر پوست افغانستان میفته؟ بعضی ها اخباری رو منتشر میکنن پیرامون این که ایران با طالبان در افغانستان ارتباط داره. اگر ارتباط داره، این ارتباط در چه چهارچوبی هست؟ اگر ارتباط نداره، چرا این بحثا داره مطرح میشه؟ چرا بحث حضور ایران در افغانستان این روسا داره داغ میشه؟ نوع نگاه افغانستانی ها به ایران به چه شکل هست؟ و ویژه تر از همه اون نکاتی که پیرامون ارتباط ایران و طالبان در رسانه داره مطرح میشه، جزئیاتش چیه؟ اینا نکاتی است که من میخوام امشب پیرامونش با شما صحبت بکنم. احساس میکنم که مسائل مهمی لازم بوده که مطرح بشه و رسانه های ما به خصوص رسانه ملی روایتی در این خصوص به مخاطب ارائه ندادن و مردم طبیعتا ابهامات بسیار زیادی پیرامون این قضیه دارن. من البته اگر اجازه بدید میخوام اون چیزی که در این خصوص مطرح کردن رو خدمت شما ارائه بدم. این تصویری که مشاهده میکنید تصویری هست از گزارشی که یکی از اندیشکده‌های آمریکایی در این خصوص منتشر کرده. تیتر این گزارش این هست: اقدام متوازن ایران در افغانستان. من اخیراً تلاش کردم خیلی بیشتر تیترها رو و حتی صفحه اصلی گزارش‌ها رو به شما ارائه بدم تا دوستانی که می‌خوان برن با جزئیات دقیق‌تر این رو بخونن و مطالبی که دارم ارائه میدم رو صحت سنجی بکنن، بتونن اشراف کامل‌تری به جزئیات محتوا داشته باشن. این گزارشی که می‌خوام خدمت شما ارائه بدم رو یکی از پژوهشگرهای مرکز مطالعات نیروی هوایی در هندوستان برای اندیشکده سیمسون نوشته. این اندیشکده دقیقاً کارش چی هست؟ این اندیشکده رو از سال 1368 راه اندازی کردن و اون چیزی که به این اندیشکده سپردن این هست که تهدیدهای بزرگی که در سطح جهان علیه امنیت و آبادانی آمریکا هست رو این اندیشکده باید شناسایی بکنه و برای مقابله با اونها بتونه یک راهکاری رو پیدا کنه. حالا این اندیشکده اونها پرداخته به اتفاقاتی که در افغانستان داره میفته و در ماه‌های اخیر فضایی که در افغانستان هست رو تلاش کرده برای حاکمیت آمریکا ترسیم بکنه. ابتدای این گزارش در نوخش خیلی جالبه نوشته که طرح صلحی که ما داریم در افغانستان پیگیری میکنیم و تلاشی که داریم انجام میدیم برای اینکه طرحمون در افغانستان به نتیجه برسه، هر نتیجه ای هم که داشته باشه، در نهایت خروجش این هست که ایران افغانستان رو به شیوهی داره میبینه که منافع خودش در سالهای آینده رو، حالا ما هر کاری هم که تو این طرحمون انجام بدیم، این میتونه منافع خودش رو حفظ بکنه و برای منافع ایران اتفاق نمیفته. حالا ماجرای این توافق صلحی که اینا دارن ازش حرف میزنن چیه؟ خب از زاویه نگاه خودشون و اون چیزهایی که دارن در رسانه‌ها میگن، طبیعتاً این یک راهکاری هست که اینها اومدن عملیاتیش بکنن برای اینکه صلح در افغانستان حکم فرما بشه. البته شما وقتی بررسی میکنید میبینید در اتاقای تصمیم‌سازی آمریکا و حرفای در گوشی که اینها مطرح میکنن، ماجرا یه جور دیگه است. یعنی اینها در گزارش‌های خودشون میگن ما این ارتباط رو باید بتونیم هر چه سریعتر بین دولت افغانستان و طالبان به وجود بیاریم تا ما بتونیم از افغانستان خارج بشیم. زمانی که این صلح به وجود نیاد، زمانی که این ارتباط ایجاد نشه، این ما هستیم که مجبوریم همچنان در افغانستان بمونیم و در باتلاق افغانستان دست و پا بزنیم. دقیقاً جمله‌ای که در این گزارش اومده بهش اشاره شده. بعد به یک نگرانی اومده اشاره کرده تو این گزارش، گفته که بعد از اینکه این صلح اتفاق بیفته و اگر آمریکا بتونه از این فضا استفاده بکنه تا تقسیم قدرت مورد نظر خودش رو در افغانستان رقم بزنه، در نهایت این ایران هست که ثبات و امنیت در افغانستان بهش مربوط میشه، چون همسایه افغانستانه و از طرف این ایران و دوستانش در داخل افغانستان هستن که باز متأثر از همین همسایگی میتونن اثراتی داشته باشن بر اتفاقاتی که در داخل افغانستان میفته. مشکل اصلیشون اینه، میگن ایران اومده روی این تمرکز کرده که در افغانستان باید گفتگوی افغانی افغانی راه بیفته. شما اگر منطقه رو بررسی بکنید، دعوای اصلی با ایران الان همینه. اینها همشون میان روی این تاکید میکنن که ایران در سوریه داره دخالت میکنه، در یمن داره دخالت میکنه، در افغانستان داره دخالت میکنه. بعد وقتی شما میگید بیا مساق دخالت ایران در سوریه رو بگو، میان به همین اشاره میکنن، میگن ایران داره پیرامون این صحبت میکنه که بحثا در سوریه باید سوری باشه. ماجرا خیلی جالبه ها. یک عده از نقاط مختلف دنیا جمع شدن در یک کشور، حرفایی رو دارن میزنن، تصمیماتی رو میگیرن. حالا اگر شما بری وسط اون میدونه بازی اونها و بگی که یک لحظه این حرفا رو متوقف بکنید، اجازه بدید که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، این رو شما زمانی که بیاد مطرح کنید، شما متهم میشید به اینکه دارید در اون کشور دخالت میکنید. دقیقاً در خصوص افغانستان اومده به همین اشاره کرده، گفته که الان آمریکا داره این طرح رو پیش میبره ولی ایران اومده جلو و داره تشویق میکنه افغانستانی ها رو که بیاید درگیر گفتگوی افغانی افغانی بشید. بعد گفته که در شرایطی که ایران داره این رو در افغانستان تاکید میکنه و افغانستانی ها رو دعوت میکنه به گفتگوی درون افغانی، از یک طرف داره حمایت آشکار میکنه از دولت افغانستان، یعنی دولت افغانستان هر بحثی رو هم که با ایران داشته باشه، اما ایران داره از حاکمیتش بر خاک افغانستان حمایت میکنه، بعد در کنارش داره روابط خودش با طالبان رو هم حفظ میکنه. خب چرا همزمان هم داره از دولت افغانستان
حمایت میکنه، هم روابطش رو با طالبان حفظ میکنه. بعد اصلا روابطش با طالبان چیه که داره حفظ میکنه؟ در ادامه به این اشاره میکنه، میگه که اینها دارن این ارتباط ها رو حفظ میکنن برای اینکه اگر ما از افغانستان خارج شدیم، گزینه‌های خودشون رو روی میز داشته باشن و بتونن اون برنامه‌ای که در ذهنشون هست رو در قبال افغانستان داشته باشن و به اصطلاح به مشکل برنخورن. در ادامه اومده به این اشاره کرده که در منطقه ما عربستان و پاکستان جزو کشورهایی هستن که به شدت تلاش دارن که بتونن در افغانستان نفوذ داشته باشن. حالا این بخش رو من خیلی روش مانور نمیدم چون به ایران طبیعتاً مربوط نمیشه. اما برگردیم به نکاتی که خصوص ایران گفته، ایران چه کمکی میتونه به افغانستان بکنه و چه ویژگی داره ایران که افغانستان اگر از اون استفاده بکنه میتونه یک وضعیت بهتری رو در دنیا داشته باشه. اینها در گزارش‌هاشون که در این گزارش هم به طور غیر مستقیم البته اومده بهش اشاره کرده، اومدن روی این مانور دادن که افغانستان از کشورهای محسوب میشه که دسترسی به آب‌های بین‌المللی نداره. شما وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید یک مجموعه از کشورها هستن که اینها به آب‌های بین‌المللی دسترسی ندارن. یکی از این کشورها افغانستان و این کشورها حق استفاده از آب‌های بین‌المللی رو دارن. شما چه دریا داشته باشی، چه نداشته باشی، چه به اقیانوس مرتبط باشی، چه نباشی، شما این حق رو داری در قوانین بین‌المللی که بیای از این آب‌ها استفاده بکنی. منتها باید بتونی یک کشور ثالثی رو پیدا بکنی، این کشور بیاد بندر در اختیار تو بذاره، از تو حمایت بکنه تا تو بتونی از این آب‌ها استفاده بکنی در قبال داد و ستد مالی که با این کشور داری، تو هم به این آب‌ها دسترسی داشته باشی و بتونی مبادلات خودت رو از طریق آب‌های بین‌المللی انجام بدی و از این طریق هزینه رسیدن به محصولات دیگر کشورها رو برای خودت کمتر بکنی. اومده رو همین قضیه اشاره کرده، گفته که یکی از اقداماتی که ایران داره انجام میده و از طریقش با رئیس جمهورهای افغانستان هم ارتباط خوبی گرفته، همین بحث بندر چابهاره. اینها دارن روی این تمرکز میکنن تا بتونن در بندر چابهار یک فضای به وجود بیارن که در قبال هزینه هایی که از افغانستان میگیرن یک همکاری تجاری با افغانستان داشته باشن و افغانستان بتونه از طریق این بندر ایران نقل و انتقال های کالای خودش رو راحت تر انجام بده. داخل پرانتز من یک نکته بگم، الان آمریکا به خاورمیانه اومده و به شدت داره تلاش میکنه که یک چالش جدی ایجاد بکنه بین ایران و کشورهای منطقه. هوشمندان هم داره عمل میکنه، رسانه داره، شبکه‌های اجتماعی رو اومده داخلش ورود کرده، از افرادی که زبون اون کشورها مسلط هستن داره استفاده میکنه، ولی هر تلاشی رو هم که در نهایت انجام بده، کشورهای منطقه و ایران نیازهایی رو همدیگه دارن. در واقع شما اگر آمریکا باشی، چند هزار کلاهک هسته‌ای هم داشته باشی، شما بندر چابهار به افغانستان نمیتونی بدی. شما اگر آمریکا هم باشی، مهره‌های خودت رو هم روی سر عراقی‌ها قرار بدی، باز در نهایت عراقی‌ها نیاز دارن که با ایران ارتباط داشته باشن برای اینکه مشکل برقشون رو برطرف کنن. شما امارات رو نمیتونی جایگزین بکنی، عربستان رو نمیتونی جایگزین بکنی. این ایران هست که این جایگاه رو داره و این توان رو داره که این کار رو انجامش بده. اینها چالش‌های جدی هست که آمریکایی‌ها در قبال ایران باهاش روبرو هستن. من اینها رو دارم توضیح میدم که ببینید همه مسائل در چارچوب نظامی تعریف نمیشه. شما در حوزه فرهنگی وقتی بیاید بررسی کنید، در حوزه اقتصادی وقتی بررسی کنید، در حوزه مختلف وقتی بررسی کنید، ببینید ایران فضا رو به شکلی مدیریت کرده و ارتباط‌ها بین ایران و کشورهای منطقه به خصوص همسایه ایران به شکلی تعریف شده که اونها اگر ذهنیت ملت‌ها رو هم علیه ایرانی‌ها بخوان تغییر بدن، باز نیاز دارن که یک ارتباط متقابلی با ایران داشته باشن. یک شخصی رو ایران داره به نام آقای محمد طاهریان، ایران ایشون رو نماینده کرده که آقای طاهریان شما بلند شو افغانستان، این رو برای اینها تبیین بکن که شما باید بشینید با دیالوگ با هم دیگه مشکل افغانستان رو حل بکنید. مشکل افغانستان با یک کشور خارجی مثل ایران حل نمیشه، با یک کشور خارجی مثل آمریکا حل نمیشه. خودت باید بشینی با خودت دیالوگ بکنی تا مشکل افغانستان حل بشه. اومده در این گزارش به اسمشون اشاره کرده، گفته که آقای محمد طاهریان رو اینا فرستادن افغانستان. آقای طاهریان بلند شده رفته با گروه‌های میانه‌روی افغانستان دونه دونه جلسه گذاشته، چهره‌هایی از افغانستان رو اسم برده، من حالا اشاره نمی‌کنم به اسامی. بعد گفته که اومده با اسلام‌گراها نشسته دونه دونه جلسه گذاشته باشون صحبت کرده، بعد گفته که ایشون رفته با افراطی‌ها هم در افغانستان صحبت کرده و نکته که تلاش کرده توی این جلسات مطرح بکنه این بوده که اینها رو متقاعد بکنه تا برن به سمت مذاکرات بین افغانی. بخش اول این گزارش رو من امشب خدمت شما ارائه دادم. فقط میخوام به یک سوال فکر بکنید، الان دقیقاً دعوای اینها با ما در افغانستان چیه؟ در تمام گزارشی که من خدمت شما ارائه دادم و در تمام 10 دقیقه‌ای که من به شما ارائه دادم، غیر از اینه که اینها دارن توی سر خودشون میزنن، میگن ایران رفته اونجا داره ملت‌ها رو بهشون استقلال داشتن رو داره توضیح میده، داره برای مردم اینو تبیین میکنه که تو باید استقلال داشته باشی، نباید بشینی یکی از اونور دنیا بیاد مشکلت رو حل بکنه. از 40 سال گذشته تا الان دعوا دقیقاً همین بوده. اون موقع میگفتن شما به ملت‌ها دارید استقلال رو توضیح میدید، الان ماجرا فراتر رفته، میگن شما در افغانستان، سوریه، عراق، یمن و دیگر کشورها دارید به احزاب و گروه‌های سیاسی و حاکمیت این رو توضیح میدید که برن به سمت دیالوگ با خودشون تا از طریق دیالوگ با خودشون مشکلات رو برطرف کنن. اجازه بدید من شبنامه میشب رو همینجا متوقف کنم. در شب‌های بعد مفصل‌تر پیرامون این قضیه و اینکه زیر پوست افغانستان چه چیزی داره می‌گذره با هم صحبت خواهیم کرد. منتظر پیام‌های ارزشمند شما هستی. شبتون بخیر.